صدا و تصویر. سلام بر علیرضا. دوستان بفرمان تا شروع کنیم. سلام بر علیرضا اصفهانی عزیز. خب سلام 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 بر محمد معین بیگی عزیز. دوستانی که آنلاینن حضورشون رو اعلام بکنن تا ببینیم. باشه یه بارم میگم که بیای شاهین جان بعد فیلمم میگم بگیریم. سلام سلام به پرنیان عزیز. سلام مجدد، مرسی که پیگیرید. کلاس ارگانیزیشن رو میخوایم شروع کنیم. دوستان سجاد، بله بله، مرسی. سام سلام سلام، مشالله زیاد شد. شیدای ناصری عزیز، باز علیرضای دیگری داریم. فاطمه هم اس زیاد داریم علیرضا، مرسی فاطمه. خیلی علیرضا سنشری میگه من چتاشون دو طرفه است. آره آره، مرسی مرسی از محبت همتون، مرسی از مجید ترابی. خب با نام و یاد خداوند و عرض سلام و ادب خدمت شما، میلاد پیامبر رو به شما تبریک میگیم و تولد دیگری که داریم رو، و خیلی خوشحالیم که یه دوره جدیدی رو در طول عمر زندگیم به نام دوره ارگانیزیشن شروع میکنیم. اول اسم این دوره بود ارگانایزر، بعد یه اشتباهی تایپی کردن شد ارگانیزیشن، یعنی خود آموزشگاه کلاسینو ارگانیزیشن نوشت، ما هم دیگه همینجوری افتاد دیگه تو دهنها ارگانیزیشن، ما هم به شکل همین ارگانیزیشن قبولش کردیم. اول کتابش رو گفتم، توی سایت هم گذاشتیم، کتاب وکابیولری انگلیش، وکابیولری ارگانایزر. آقای جابری چند ترمه؟ واقعا نمیدونیم، یعنی 20 ترمه ماکسیموم میشه، 20 ترم نمیشه، هم مثلا 10 ترم 12 ترم، حالا بریم ببینیم چقدر طول میکشه. برصد خود کتاب 100 یونیته که ما از این 100 یونیت شاید حد اکثر مثلا 90 یونیتشو بخوایم درس بدیم، ولی من فقط این کتابو درس نمیدم تو کلاس ارگانیزیشن. سلام به روی ماه همتون، سلام سلام سلام، و بعضی از دوستان رو هم که از خیلی قدیم ما در خدمتشون بودیم. من اصلا بگم شما این کلاس تکیه، این کلاس ارگانیزیشن، و جالبه ورودی های مختلف داره، یعنی به کسی که زبانش ضعیفه گفتم بیا ارگانیزیشن، به کسی که زبانش متوسط هم هست گفتم تو ارگانیزیشن، به قوی هم گفتم ارگانیزیشن. ببینید من اینجوری میخوام بهتون بگم، یه اطلاعات ضروریه در زبان در قسمت معنا، دقت کنید، که میخوام اینجا به شما یاد بدم، و یک بار این انگلیسی شما رو در یک حوزه به نام مینینگ پترن ریکانستراکت کنم. مثلا ببینید درس‌ها به نظر ساده است، به نظر این کتاب مثل بوستان سعدی سهل و ممتنع، یعنی به نظر ساده است ولی تو دلش که میری میبینی سخت‌تری مفاهیم رو یاد داده. البته من تقریبا دو برابر کتاب به شما مطلب یاد خواهم داد و این مطالب رو هم براتون نوشتم که راحت بتونید پرینت بگیرید، هم اطلاعاتتون به شدت منظم میشه، و هم یه کار قشنگی که دو تا کار اضافه کردم، یکی اومدم خودم بر هر درس کتاب یه قسمتی به نام واژه شناسی و ریشه شناسی اضافه کردم، واژه شناسی هایی که دوستان در دوره های زبان عمومی و در دوره کتاب ورد پاور و در دوره اون کتاب قرمز با من نخونده باشن یا خیلی کم خونده باشن. به خصوص این کار در جلسه سوم به بعد خیلی قشنگتر میشه، چون همراه با جمله و مثال میشه. ما یادتون باشه این کلاس استثنا توش جمله زیاد گفته نخواهد شد، بیشتر توش لغت گفته خواهد شد، و لغت ها اسم کتاب چیه؟ Vocabulary Organizer. خب برای اینکه جمله ها رو جبران کنیم چی کار میکنیم؟ یه کار بی نظیری من بار اول در عمر آموزشی این کار رو میخوام بکنم. نگاه کنید آخر هر متن، آخر هر درس، لزومن هم نمیرستم هر بار یه متن رو تموم کنم، وقتی من لغت ها رو درس دادم، نه متن مرتبط با اینا، نه اومدم یک متن آزمون های آیلتس یا توفل رو، ببین اول درس خودش مشاله طولانیه، خب میایم یه روب از هر جلسه رو، یه روب 20 دقیقه رو با هم تعهد میکنیم. برای همینه ببینید بهتون بگم یه روب 20 دقیقه رو میخوام متن بخونم. حالا متن میخونم چی کار میکنم؟ میگم بعد یه نظرسنجی هم میخوام بهم بگید. خب بله درس به درس میرم جلوی، من دارم یونیت 1 رو میگم علیرضا جان، میخوام بگم ببینید میخوام از اول بهت بگم که تو با هر سطح زبانی میتونی یه متن آیستافل رو با معلمی مثل جابری، خودم رو خیلی قبول دارم دیدی من تا، اما شما رو خیلی بیشتر قبول دارم، مخلصتونم هستم، میدونین که بهتون خیلی ارادت دارم،
یادتون باشه راجع به پیج اینستا به کلاس قبلی گفتم به شما، چون شاید بعضیتون جدید باشین، توضیح بدم. و میخوام بگم میتونیم با هم متن آیستافل رو نه تنها بفهمیم، بلکه من در یه حد خیلی بالاتر از آیستافل متن رو به تو بفهمونم. یعنی چیکار کنم؟ گوش کنید، قبلش لغت کار میکنم دیگه. میام تو این متن دو چیز کار میکنم. میام تو هر متن آیستافل یک قواعد دستوری رو برات یا یادآوری میکنم یا یاددهی میکنم، یعنی یا برات جالب جدیده یا برات جالب قدیمه که یادآوری میشه، یا و بعد میام متن آخر از نظر رایتینگ و نگارشی یادت میدم که یاد بگیری متن رو چطور رایتر نوشته و قواعد رایتینگ رو پرکتیکال یادت بدم. پس یک میایم دوباره چند هزار، نمیدونم واقعا، بر شروع کنیم. من بار اولی که این کورس رو شروع کردم، چند هزار لغت رو با هم نظم میدیم، یاد میگیریم اصطلاحاتش رو، سین الان چجوری یاد میگیریم. خب کتاب و بعد میری شما تمرینش هم حل میکنی، همه رو خودش حل کرده. پس یک، وکب کلی یاد میگیریم در یه موضوع خاص. دو، فیلولوژی و واژه شناسی، ریشه شناسی جدید یاد میگیریم. سه، متن شناسی میکنیم، یعنی درباره ریدینگ و رایتینگ جنرال و اکادمیک با هم حرف میزنیم. خوبه یا نه؟ اول نظر بگین، اول بگید که فهمیدید چشمانداز و پروسپکتی که من میخواستم شما بدونید. و اون خیلی عالی، علیرضا که میگه توپ، حالا کتابو علیرضا شروع میکنم و به خود کتاب توپه، من دیگه توپ در توپش میکنم براتون، خیالت راحت. خیلی ممنونم از پرنیان و یاسین، نظراتتون رو بگید بچه‌ها. از مستر جی، خب بریم جلو، بریم جلو. متنای کنکور اصلا دیگه شوخیه جلو اینو، ولی اینا رو برای کاری میکنم حال کنی. نظراتتون بیا چتاتون رو که گفتم دو طرفه بذارن که چتای هم رو ببینید. مرسی از سامراد که میگه عالی، ممنون ممنون. بریم با هم درس رو شروع کنیم. همینجا هم من خواهشم اینه که من بالاخره به اصرار دوستان متقاعد شدم، حالا خیلی آدم مهم بودم، آدم توی اینستا نه، دوستان داشتم توی این فضا بیام. به کلاس قبلی هم گفتم منو فالو کنید در دی آر علیرضا جابری. میبینید حالا توی هر هفته 5 دقیقه تا 10 دقیقه وقتتون رو خواهم گرفت، دو توضیح بهتون میدم. یک توضیح راجع به زبان، درباره زبان که حرفای خوبی یاد بگیرین. میگم گاهی حرف دلم باهاتون میزنم، توضیحات اونی که به ذهنم میاد که تو کلاس‌های حضوری میگفتم و خیلی برای بچه‌ها جاذبه داشت، ولی تو کلاس آنلاین دیگه نمیشه، نمیرسیم بگیم. کلاس هم حدود 1 ساعت و ربع ماکسیمم خواهد بود، ولی یادتونم باشه لزوماً آنچه که من امروز توی این فایل آوردم، ببینید این آدرس فایلو، مرسی از فاطمه توکلی که خودش اینا رو برای من تایپ میکنه و داره این همه زحمت. ببین اسم کد چیه؟ organization org1. توی همه کلاس ها اینا رعایت میشه، یعنی یک و تو یک تموم میکنم، ولی organization خودم میدونم نمیرسیم که ما یک جلسه همه اینو بگیم. یعنی این منظور اولین PDFیه که من گذاشتم توی پنل، نه لزومن جلسه یک، شاید نصف این بره تو جلسه دو. شروع میکنیم ببینیم. خب درسته فاطمه خودت هستی الان تو کلاس؟ فاطمه توکلی اگه صدای منو میشنوه ببینم خودش الان آنلاینه که اینقدر زحمت کشیده برای من و واقعا دستش هم درد نکنه. الناز ثقفی عزیز، آتنا، پرنیان، لیلا، علیرضا و کلی، حالا من نمیرسم هی اسما میاد بخونم. فاطمه مثل که امروز خودش نیست، ستایش. بله بریم سراغه، بریم سراغه. خب درسمون بچه ها خیلی جالبه. ببینید حتی بچه هایی که الان ادوانسن و مخاطب این کلاسن، وقتی ما میخوایم راجع به بچه صحبت کنیم، بیبی یا چایلد، ایرانی ها تنها دو لغتی که خیلی تو دهنشون میاد بیبی یا چایلده. حالا همینجا نگاه کنید که ما در انگلیسی چند تا کلمه برای بچه داریم. بله یه کلمه جنرالی که براش داریم همین جناب بیبی و چایلده، سن مشخصی نداره، ولی مهم اینه که بدونید بیبی و چایلد نه نوزادن، they are neither neonate nor they can legally vote. نه نوزاد محسوب میشن، نه نوزاد، خب نه نوزاد، و نه اونقدر به بلوغ رسیده هنوز که میتونه رأی بده. ببین اینو، پس اینو حس کنید تو انگلیسی، اینا بیبی چایلدن. حالا لغت‌های دقیق‌تری هم این لغت‌های بچه داره، پس از بچه شروع میکنیم، بعد میریم تو دوره نوجوانی، بعد میریم تو دوره بلوغ، بعد میریم تو دوره میانسالی، بعد میریم تو دوره کهنسالی. خوبه امروز اینا رو میخوام یاد بگیریم، فرقاشونو، بعد اصطلاحاتشونو، بعد ضرب المثلاشونو، بعد اینکه تیکه دارن با این کلمات میندازن، اینا رو همه رو میخوام یاد بگیریم. خب بله بله بله، گوش کنید، همه کلاسا برای صحبت کردن. الان شما بدون اینا چجوری میخواد کلمه بچه رو تو جمله بیارید؟ اینفنت کیه؟ اینفنت دو تا کاربرد داره. یک، یه کاربرد امریکاییش اسکول چایلدیه. infant is a school child، بچه مدرسه ای رو میتونن بگن.
کدوم بچه مدرسه ای؟ بچه مدرسه ای که between 5 and 7 years old. ببین یعنی مثلا ایرانی ها هیچ تلقی از infant ندارن، هی میگن طفل، اما طفل بچه 5 تا 7 ساله هم تو آمریکا میگن، اما infant یکی دیگه هم میشه، a very young child. یه بچه خیلی نوجوان هم میگن infant، طفل. من حالا میخوام اینجا به شما بگم ترجمه یه طفل برای infant ترجمه درستی نیست، ولی ما تو فارسی کلمه دیگه هم نداریم. پس باید فقط بفهمید وقتی منظورشون یه بچه خیلی کوچیکه، یعنی بعد به قول انگلیسی ها میگیم small یا خیلی little، میان میگیم کلمه infant یا طفل رو به کار میبریم. یادتون باشه نوزاد نیست، نوزاد neonate. اینجا ننوشتم بذار بنویسم، نوزاد neonate. در واقع یه بیبی یا چایلد این مراحل رو طی میکنه، اول neonate بعد infant میشه. هی با من بیاین جلو. تادلر چیه؟ نرسیدم چه کنم که تادلر و کسفل تادل میاد، تاتی تاتی کردن، بچه ایست که تاتی تاتی میکنه، یعنی a baby یه بیبیه. اما اختصاصا کدوم بیبی؟ a baby who has started، ببین داریم انگلیسی حرف میزنیم دیگه، a baby who has started to walk unsteadily، who has started to walk unsteadily، بچه ای که شروع کرده به همینجوری یه کمی تلو تلو میخوره، بچه که اینجوری راه میره، تاتی تاتی میکنه. خلاصه تادل همون تاتیه، پس تادلر دوباره جلوش نشته بچه، ولی بدونید بچه در مرحله که تاتی تاتی میکنه. پس یه بار دیگه کلمه جنرال برای بچه بیبی چایلد. دقیق‌تر میخوای حرف بزنی خیلی بچه هنوز کوچولوئه، اینفنته. بچه تاتی تاتی میکنه تادلره، که در واقع تادل میکنه. تات کیه؟ دوباره تات یه کلمه بسیار اصطلاحیه، باز یعنی a very young a very small child، یه بچه خیلی کوچیک، نه نظر سایز کوچیک، از نظر سن کوچیک، a very small child. جالبه کید چیه؟ کید دو تا معنی میده. اینجا معنی دومشو من براتون مثال آوردم. کید یه معنی اولش، یعنی دوباره همون یه بچه، یعنی همون یه بیبی. کید یه بچه، یه بیبی. خب اما کید معنی دومش به طور کلی میتونه حتی معنی نوجوان یا جوان باشه. چه جالب، کید به معنی نوجوان یا جوان. The store was full of college kids. ها، فروشگاه پر بود از بچه دانشگاهی ها، بچه دانشگاهی ها. اینا که دیگه طفل نیستن، اینا که دیگه بیچاره 8 تا 7 سال نیستن، اینفنت نیستن، کالج کیدز. مثلا من برای این تدریس شما خودم این کاربرد کید رو یاد گرفتم. اینه من فکرم کید فقط بچه است، ولی کالج کید، یونیورسیتی کید. ای چه جالب. یه بار دوره کنیم، بچه به طور کلی in general is called baby or child. Infant is cool child or a very young child. Toddler, a baby who toddles. In other words, who has started to walk unsteadily. Tot, a very expressive word meaning a very small child. Kid, brat. چیه؟ بچه لوس نونون. حال کن. بچه... سلام عزیزم. سلام محمد. بچه لوس نونون. حالا نگاه کنین. تا حالا شما خدا وکیلی تو کدوم کلاس زبانی با هم بیرو دروسی باشیم؟ کدوم مشکل کلاس های زبان نیست، مشکل روی کرده به زبانه. ما از بچگی هی بهمون تا آخر یاد میگیریم. یا الان بچه که میگم آیلتس امتحان داده، هی اینو میگم که هی فکر نکنید قایت زبان آیلتس تافله. آیلتس تافل خیلی چیزای چیپین، جدی چیپن، یه سری نکته تستی دیگه مثل کنکور که ما یاد میدادیم، ولی طرف این همه سال انگلیسی خونده هنوز نمیدونه بیبی چایلد اینفنت تادلر تات کید برات. برات کلمه دیپریشیتیوه، یعنی میزنه تو سر کلمه. دیپریشیت مقابل اپریشیت، اپریشیت یعنی قدر میره بالا، دیپریشن از قدر چیزی کاستن. بنویسید کلمه تخفیفیه، تحقیریه، تخفیفی و دیپریشیتیو. دیپریشیتیو آقای ریزه ببین چی کارت داره. بد منر چایلد، ببین شایان کارت داره. بد منر چایلد، بچه‌ای که بد تربیت شده. آ یاد بگیرین بد منر یا ایل منر چایلد، بچه‌ای که بد تربیت شده. خب خیلی خوبه، پس یه بار دیگه با هم دوره کنیم. بعد میخوام حتی همین جای کلاس نظر بپرسم بچه بچه داریم راجع به بچه، نوجوان، جوان، بالغ و بعد مسن میخوایم صحبت کنیم فعلا، و اصطلاحاتشون و اصطلاحات کلمه سن. واش درس رو بذار، درس امروز کتاب میگه درس ایج، درس سنه. حالا من اینجوری طبقه بندی کردم، میگم بیبی و چایلد از جنراله، اینفنت اسکول چایلد بیتوین 5 اور 7 اور ا وری یانگ چایلد، هایلایتشون کنم. تادلر و کسفل تادل میاد، a baby who has started to walk unsteadily. Tot a very small or a very little child. Kid که کلن دوباره child یا babyه، ولی میتونیم ما college kids هم داشته باشیم. Brat که یه کلمه depreciative یعنی تحقیر میکنه، بار منفی داره، derogatoryه. بچه loose nonor، they have two brats، اینا همه اسمن پس جمع بسته میشن، دو تا بچه loose nonor دارن. بچه چطور بود؟ خوب بود؟ به من بگید، به من بگید، به من بگید چطور بود تا اینجا؟ فضای organization فهمیدین چطوریه؟ میگه هر دیگه هر چی بچه‌س بلدی برو دیگه بگرد بالو، بیش از اینا بچه ندارم. خیلی راحت، عالی بود علیرضا.
نظر بدین. ببین میخوام برای که میخوام کلاس کامیکتیو باشه، نیست اینکه تو کلاس ما ببینمتون بشنومتون تو این فضای مجازی. علیرضا داره جواب میده، بگید بیاد ببینم اگه نتاتون اوکیه. بله اینا رو باید با این جزئیات بلد باشی، برای که نری یهو اگه گفت من یه برات دارم بگی باریکلا خدا حفظش کنه. میخواد که بچه‌م دوست نونو رو نگید خدا حفظش کنه، ندونی که همین چیزی که یه چیز چرت و پرتی میگیم. مرسی. آیدی میگه کس که صفر چیکار کنه؟ آیدی جان دیگه فکر کنم صفر تر از بیبی یا چای نداریم. ببین زبان اصلا تعیین سطر نداره آیدی. ببین الان یه بچه خودش میدونه، منو میدونم یکی از مخاطبینش اصلا زبانش خیلی خوبه، ولی شاید همینا براش الان خیلی جالب بوده. بابا این اصلا میگم برای معلمای آیسافل جالبه. آها خوبه دیگه. بیا صفر تا صد ببین کلاس جابری اورگانایزیشن صفر تا صد خوبه؟ صفر تا صد. آها اسم کلاس بذاریم صفر تا صد. او عالی، مرسی سارا. حالا از این بگذریم بریم سراغ ادالت. حالا آدم وقتی از دوره بچگی میاد جلوتر، میاد به دوره چی؟ بالغ میشه. دوستان adult اسم، پس she is an adult نه she is adult. ببین همینجور کاربردش هم بگم، she is an adult، adult بالغه. ولی کی بالغه؟ اون مچیور نیست که بلوغ، یعنی بلوغ پیدا کرده و بلوغ جنسی و عقلی، نه. adult کیه؟ مثلا گفته the film is for adults only، فیلم فقط برای آدمای بالغه. بالغ کیه؟ adult. adult همون grown up، یعنی بزرگ شده. حالا مشکل دوتا شد، grown up کیه؟ پس grown up adult، grown up، grown up صفت هم هست اما grown up اسمه. ببین she is a grown up، he is a grown up. او چه جالب، بالغ شده دیگه، بزرگ شده. فارسی میگه بزرگ، اما مثلا ما تو فارسی میگیم او دیگه بزرگ شده. یه حسی داریم که اصلا توش مفهوم قانون نداره، ولی از نظر انگلیسی کسیه که بذار بگم کیه. adult is اینجا somebody who is accepted، که پذیرفته شده by law، توسط قانون، to vote، که رأی بده. یعنی دیگه نزدیک 18 سالش، اینجوری بگیم نزدیک 18 سالشه یا 18. این adult یا grown up. حالا زیر 18 تا اونم بعد بهت میگم تینیجره، یعنی بین 10، مثلا اینجوری فرض کن که تا 10 سالگی رو میگن این بیبیه یا چایلد یا اسکول چایلد، کمترش هم میگفتیم اینفنت، یا میگفتیم وقتی که تاتی تاتی میکرد که تادلر بود، لوس و نونو هم بود که برات بود، اینا رو گفتیم. حالا بزرگتر شد میتونم رای بده، میگیم ادالت یا گرون آپ. پس فیلم فقط آدمای ادالت یعنی 18 به بالا میتونن ببینن. ماینر کیه؟ چرا روش کشیدم ماینر؟ فارسیش بچه صغیر، فارسیش میگیم اون دو تا ماینر داره. آره she has still two minors، هنوز دو تا بچه صغیر داره. and she could take the custody of them، تونست حضانت اونا رو از دادگاه بگیره. حضانت ما تو کالوکیشن گفتیم، بازم همینجا هم میگیم minor، بچه صغیر. اینجا اسم ها دوستان میدونم minor صفت هم هست، minor injuries، جراحت های جزئی. اینجا minor اسمه، یعنی بچه صغیر، یعنی بچه‌ای که از نظر لیگالی نمیتونه از خودش فعلا مراقبت کنه. ها یعنی a child who is not legally allowed to take care of themselves. آروم میگم a child who is not legally allowed to take care of themselves، بچه‌ای که نمیتونه از نظر قانونی از خودش مراقبت کنه. خب نت خودتون یکی دو تا تو میگین گای صداقت، اینجا نت کامل اصلا یه تجهیزاتی آوردن، نه نت اینجا اوکیه. بر ماینر بچه صغیر. خب پس مثال میگه، مثال تو براتون بنویسم. ببین چه جمله‌ای دوستی که آیدین جان لازمی صفر باشه. ببین she has decided، او تصمیم گرفته to take the custody، حضانت یعنی مسئولیتش رو قبول کنه، جدا شده از شوهرش، the custody of her minors، که حضانت بچه های صغیرش رو به عهده بگیره. چه جمله ای، she has decided to take the custody of her minors. این از اون جملات که دستم با یونوی نه ایرانی نمیتونی بگی. دوستان من این یه پاره ای از مکالمه است دیگه، صد بار هی اینو تو کلاس قبلی گفتم، بازم بهتون میگم این فکر غلط رو ببینید. Put this misconception and fallacy outside of your mind. We do not have something as the syntax and morphology and something different called conversation. ما اینجوری نیست که یه چیزی داریم به نام دستور معنایی، یه چیزی داریم به نام دستور و قواعد نحوی، یه چیزی هم داریم به نام مکالمه. مکالمه پیامد ناخواسته دانش زبانیه. این خونتون بنویسید، مکالمه پیامد ناخواسته دانش زبانیه. البته دانش زبانی شرط لازمه، شرط کافی کتاب خواندن، فیلم دیدن. دارم توی
پیج اینستا براتون میگم کتاب خواندن چه شکلیه. هی دارم توضیح میدم یواش یواش که یاد بگیرید. فیلمم که خودم سر کلاس رو میگم که ببینید. خب یه بار تا اینجا با هم دیگه دوره کنیم. از شماره یک اومدیم، از بیبی و چایلد با هم دیگه شروع کردیم و قبلش گفتیم نئونیت نوزاده، بعد راجع به اینفنت بچه و طفل با هم صحبت کردیم، بعد گفتیم تاتی تاتی میکنه تادلره، بچه خیلی کلمه اصطلاحیش تاته، بچه یا بچه دانشگاهی کیده، برث بچه لوس نونور کلمه دیپریشیتیوه، بعد که بالغ میشه رای میتونه بده ادالته یا ادالت مساوی با گرون اپه، بچه صغیری که نیاز به حضانت داره و نیاز مراقبت داره از نظر قانونی نمیتونه خودش جدا بشه ماینره. حالا یانگستر کیه؟ چه جالب. یانگستر یعنی جوان، یعنی جوونایل. او هنوز چک نکردم جوونایل از ما رفته شده جوان یا جوانم رفته، چی یکی از یکی رفته. جوونایل جوان، بگو جوونایل. جوونا، حالا بعد میگم با پسر من درست تلفظ کنیم. جوونایل چه جالب، خیلی ایرانی جوونایل رو نمیدونم. جوونایل یعنی اسمم هستا، یانگستر اسم مثلا خیلی نمیدونم، یانگ صفته میدونینا، هی ایز ا یانگ، نه هی ایز ا یانگستر، هی ایز ا یانگستر یعنی هی ایز ا یانگ پرسن. آها هی ایز ا یانگ پرسن، پس یانگستر یعنی جوونه. بسیار خوب، جوونایل هم یعنی جوونه. چه مثال خوبی برات نوشتم. حالا هی تو جلسات که جلوتر رفتم مثال براتون بیشتر نوشتم، چون هی دارم اعتقاد پیدا میکنم بچه‌ها باید جملات نچرال رو بیشتر ببینند. چون یادتون باشه بچه‌ها کلمات با هم جمع میشن، میشن گروه، گروه جمع میشه میشه بند، بندا میشن جمله، جمله میشه پاراگراف، پاراگراف میشه گفتار. Juveniles who break the law، جوانهایی که این نقطه نداشت، البته جوانهایی که قانون را میشکنند. آها دیدین جوانها دوست دارن که break the law کنن، قانون رو بشکنن. خب حالا تینیجر کیه؟ یا میگن فلانه in his teens. Teenager is a child who is between 13 to 19. یعنی آخر عدد سنش شما تکواج تین دارید، 13 14 15 تا 19. یا میگن he is in his teen، ها he is in his teens، یعنی بین 13 تا 19 سالگیشه. خب حالا آدم 13 تا 19 ساله معمولا he is not an adult، he is not a grown up، هنوز پس اون بالغه نشده، یعنی قانونا نمیتونه رای بده، ها، ولی دیگه infant هم نیست، دیگه طفل هم نیست، درست شد؟ ولی باز هنوز بهش میتونید بگین که child، نمیتونیم بگیم بچه، نه به نظر من بچه نمیتونیم بگیم. تو آمریکا زیست نکردم ببینم تا کجا child، آخه اینا عدد نداره. به قول خانم جین ایتسن اینا کلمات ابری ان، cloudy words ان، یعنی برای situation میتونن به کار برن. مثلا اونجا که گفت college kids، همین بچهای دانشگاه، بچه برای بچهای داره، برای بچهای دانشگاه. خب حالا adolescent کیه؟ روش چرا خط کشیدم، هی قاطی میشه گاهی. ادولسنت، بخون با من ادولسنت. ادولسنت، ادولسنت هم یه جورای تینیجره، داره میره رو به بلوغ. آره دیگه، آدم بین 13 تا 18 و 19 داره رو به بلوغ میره. ادولسنت خیلی کلمه رسمی تر از تینیجره، بخون ادولسنت، رو به بلوغ، هنوز بالغ نشده. پس ادولسنت وقتی بالغ میشه میشود ادالت، ها، ادولسنت وقتی بالغ میشه میشه ادالت. چه جالب. پس یانگستر از مرحله بچه در اومدیم، بعد اومدیم تو مرحله ادالت، ولی یه توی مرحله جوون اومدیم گفتیم جوون یانگستره، جوون ها بعضی وقتا 13 تا 19 سالن، یانگستر همون جوونایله، جوون ها روبه بلوغ که هستن ادولسنت هن، بالغ که میشن ادالت هن. حالا یکی از تو اگه بزرگتره الدره. ما سالها کلاس زبان درس خونیم دوستان، تافل هم گرفته بودیم و فکر میکنیم الدر صفته، صفت هم هست. هی فکر به ما میگفتن فرق الدر با اولدر چه، حتی فرقش هم غلط میگفتن، حتی به ما گفتن الدر با ارشدیت اولدر فقط سنه که حالا بعد بتونینا رو یاد میدن. دوستان من الدر اسمم هست، اسمم هست، ها، she is my elder یا I have two elders at home، دو تا از من بچه بزرگترن، two elders، ببین جمعش میمندن، وای چه جالب، elder as a noun. اما elder مسن نیست، اون الدرلیه. او الدرلی کهنسال و پیره، الان پیران هم درس میدم، وقتی میخوام پیرا رو بگم فیلمم بگیر که دیگه وقتی که حسابی دهنم گرف شده شایان جان، باشه پیرا رو که میخوام بگم یاد باشه. ببین الدر فقط از تو بزرگتره، لزوما پیر نیست که، شاید میانسال هم نباشه، از تو 5 سال بزرگتر باشه. پس a person of greater age، ها بگم elder is a person، is a person of greater age، کسی که فقط سنش از تو بیشتره. خب یانگسترز، حالا راجع به یانگسترز یه جمله گفتم، جوانان، چرا باید تقتقشون کنم، یانگسترز who follow the advice of their elders، جمله رو، جوانانی که دنبال میکنن و پیروی میکنن از نصایح بزرگترشون. به به
به جمله رو youngsters who follow the advice of the البته عبارت ها این نقطه‌اش اینجا اشکال داره، چون حالا جوانانی که دنبال نصایح بزرگترا رو میگیرن چی؟ مثلا اینا بیشتر محتمل است که موفق شوند. خوبه؟ از این جمله بگم که بزرگترا به دلشون بچسبه، نقطه رو بردارین. youngsters who follow the advice of their elders are more likely to succeed. احتمالش بیشتره که موفق بشن. بچه یه بار ببینیم چی گفتیم، بعد میگم با من تلفظ کنین. اومدم گفتم بچه به طور کلی جنرالی بیبی و چایلد، قبلش نوزاد نئونیت، طفل کلا اینفنت، ولی اینفنت بین 5 تا 7 سالم هست، تاتی که میکنه تادلره، بچه به طور کلی تات، بچه هم کیده هم بچه دانشگاهی کالج کیده، بچه لوسنونور برات، بالغ که رای میشه ادالت یا گرون اپ، بچه وقتی هنوز صغیره ماینر، جوون یانگستر یا جوونایل، رو به بلوغ که میره ادولسنت، بالغ که میشه ادالت، بین 13 تا 19 تینیجر، بزرگتر از تو هم که هست الدره، ولی شاید هنوز بچه هست، نه اینکه مسنه. حالا میخوام مسنا رو بگم. تا اینجا چطور بود؟ فاطمه خسته شدی بگه میگی کلاس کی تموم شده؟ جابر اینجا برات نفس میزنه. کلاس تا حد اکثر یه رو به شیشه. یه رو به شیش. 5:45. اوکی؟ 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 اینجا تو رو خدا از من سوال کنکوری هیچ وقت نپرسی. کنکور همون شنبه ها بعد از ظهر کلاسین رو مخلصتونیم دیگه. سام که میگه عالیه، نازیلا میگه عالیه، سارا میگه عالیه، من تا این چایمو میخورم نظر بدین یه کمی چقدر حرف بزنم. خب این همه مطلب یاد دادم با 20,000 تومن مفت، پرفکت. آره شایان الان یه چیزی رو گفت، دیشب یکی از من سوال کرد که این 160,000 تومان ماره کل دو ساله، آخه برای دو سال 200 جلسه 160,000 تومان، پس برم دیگه بیفتم بمیرم دور از جون شما. نه عزیزم، هر 8 جلسه این شهری، حالا شما که 160 نیست، ارگانیزیشن خیلی شهریش بیشتره چون خیلی نابخاسته، ماره خواسته. بله جزوه رو پرینت بگیرید به نظر من. بله بله. خب شایان اینجا رو فیلم بگیر. حالا ما این ایرانی ها میخوایم توصیف کنیم somebody who is not young or who is not middle aged. پس ما از یه دوره infant شروع کردیم، از baby و child شروع کردیم، اومد گفتیم baby و child و infant و toddler و tot و kid و brat، اومدیم جلوتر اومدیم adolescent، یعنی adolescent، adolescent کسی است که رو به بلوغه، بعد میشد بالغ، میشد adult یا grown up میشد. بعد این آدم یادتون باشه وقتی جوان بود youngster بود، آره youngster بهش میگفتیم، گفتیم بهش juvenile، آره youngster یا juvenile. شروع کردی شایان؟ آره مرسی. نه اوکیه، اوکیه، بسه باش. خب حالا اومدیم میخوایم بگیم این فرد مسن. این چقدر توپ برات نوشته شده این جزوه. فرد مسن اگه میخوای کلمه خیلی خونسا بگی old، she is old یا she is an old man. old صفت ها، اینا همشون adjective هم، they are all adjectives. she is an old woman، he is an old man. unmarked، unmarked یعنی باری نداره، کلمه خیلی خونساه، unmarkede. مثل که گفتیم تاکتیو پرحرف unmarkede، خونساه، پر حرف معنی بار مثبت منفی نداره تو انگلیسی. اما اگه بگفتیم میشه eloquent، حرفای خوب زیاد میزنه، اون وقت بار مثبت داره. گرلز وراج، حرف زیاد نه، یعنی ور زیاد میزنه، دور اجون یه کار دیگه میکنه، اون بار منفی داره. اما اگه بگیم she is aged، it means she is very old. آها، پس میبینی که ما حتی توی تافل آیس مینیسه aged برابر است با old. بله تو تست داره، تو تست زبان old با age برابره، ولی تو کاربست و پرگماتیک زبان هر دو هم معنی هن. پیر پیر، ولی این پیرتره، یعنی این بار پیریش بیشتره، very old. elderly چیه؟ elderly همون olde، همون مسنه، فقط کلمه euphemism داره. وای یاد بگی چه کلمه خوش آهنگی، euphemism. what does euphemism mean in فارسی؟ حسن تعبیر. حسن تعبیر چیه؟ ببینید وقتی نمیخواید یه کلمه منفی به کار برید، یه جوری میگید که همون معنی رو بده ولی زننده نباشه.
مثلا نمیخواید بگید فلانی قد کوتاه، میگید همون که خیلی قدش بلند نیست، اینجا حسن تعبیره. نمیگید عمود کی مرد، میگید کی عمود وفات کرد. وفات کرد حسن تعبیر مردنه، ولی وفات کردن هم مردنه، کار دیگه نکرده که. پس الری همون اولده، بنابراین تو میخوای احترام بذاری، نمیگی مای فادر از اولد، خیلی خیلی بلانته، خیلی صریح و یه کمی بی پرده و منفی. مای فادر از الدرلی، فارسی هم نمیگید بابا چقدر پیره، باباتون کهن سال شدن، مسن شدن، پا به سن گذاشتن، آها elderly. پس age very old. حالا senile هم همون اولده، پیره، فرتوته، اما این گفتن پیر و فرتوت، نگفتن پیر و کهنسال. پس کلمه چیه؟ کلمه depreciative دوباره، یعنی بار منفی داره، یعنی از قدر فرد میکاه. یعنی وقتی به پیری به عنوان فرتوتی و ناتوانی و عجز و کهنسالی نگاه میکنی، به این معنی که مریض میشه دیگه، از خودش نمیتونه مراقبت کنه، فلان، میگه senile. پس من سوال میکنم از تو، is she aged؟ میگی yes she is senile. اوه چه جوابی دادی، مسنه؟ آره نه تنها مسنه بلکه داغونم شده دیگه. senile بار منفی داره، depreciative. ancient چیه؟ ancient humorous، یعنی وقتی که با یه فردیم ما این کلمه شوخ طبعانه استفاده میشه. مثلا میگم عموتون مشالله انچنت، ما رو عهد عتیق، ما رو دوره پرکامبریانه، یعنی دیگه باستانی شده، میشه انچنت. پس ما وقتی میخوایم بگیم یکی پیره، اینا همه پیره، همشون به قول زبانشناسان دینوتیشنشون یکیه، کانوتیشنشون متفاوته، یعنی همشون هم معنی ان اما تنینشون متفاوته. یکی پیره کلمه خونساه، خیلی پیره اجده، احترامش میذاری الدرلیه، میخوای بگی مریض احوال، خیلی سنایل و فرتوت و دیگه ناتوان و عاجزه، میخوای تیکه بشه، یعنی خیلی دیگه پیره، ما رو عهد عتیق میگی انشنته. البته بعد میخونه حالا امروز برسیم و از اخم تیم بگی فلانی انتیدیلوویینه، یعنی ما رو دوران قبل از طوفان نوحه. مرسی شاهین جان، کافیه همینقدر. بله خب، من هنوز چایمو نخوردم، اینا رو بگم میخوام شاید چایمو بخورم. ایج اند فریزز، اصلا نمیفهمیم ده دقیقه ده دقیقه چطوری میره. به خدا خوش به حال تو و من که داریم، و خوش به حال تو واقعا که داری از ابتدا با یه کتابی میخونی الان که همه چیزو شسته رفته کامل بهت میگیم دیگه. تو هرچی راجع ببین بچه، گوش کن با من یه بار، تو ذهنت بچه بعضی وقتا بیبی چایلده که جنرالشه. وقتی میخوایم بگیم طفل بین 5 تا 7 سال مدرسه ای، اینا میام میگیم چی؟ میگیم اینفنته. وقتی میخوایم بگیم این بچه خیلی هم لوس، میگیم براته. همینجوری با من بیا جلو. وقتی میخوایم بگیم که این بچه دانشگاه میتونه باشه، یا خود بچه میگفتیم کیده، یادتونه اینا رو؟ وقتی میگفتیم تاتی تاتی میکنه، تادلره، بچه به عنوان خیلی اصطلاحیش تاته ها. بعد اومدیم جلوتر گفتیم بالغ که میشه ادالت یا گرون آپ، جوون که میشه جوونایل، به بلوغ که داره میل میکنه ادولسنت، وقتی که دیگه بین 13 تا 19 ساله تینیجره، وقتی میاد پیر میشه اولده، پیرش خیلی پیره اجده، پیرش توش حسن تعبیر داره الدرلیه، پیرش دپرشیتیو و تحقیری استنایل، پیرش شوخ طبعان است انشنت. خب جواب مجید میگه بهتر از این نمیشه. مرسی مجید، مرسی تشویق میکنی، ممنون. چقدر خوبه میشه با شاگرد اینجوری ارتباط برقرار کنه. نه عزیز من، یاسین جان تمام کلاس ها تا من زندم آنلاینه. چرا قطع بشه؟ تا من زندم و کلاسینو زنده است، کلاس ها آنلاین در خدمت شماست، مگر روزی اینترنت رو در جهان بردارن. نه کلاس ها آنلاینه. مرسی 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 مرسی. خب مثلا این قسمت که میگم تو کتاب نیست، اون قبلی هم نصفش تو کتاب نبوده، این اصلا کلا تو کتاب نیست. At the age of، در سن. پس یک سری میخوایم عبارت و اصطلاح با سن یاد بگیریم. در سن، she died at the age of 90، در سن 90 سالگی مرد. ببینید در سن، at the age of، چقدر خوبه. At your age، در سن تو. It's not considered polite at your age. این رفتار مؤدبانه نیست در سن تو. It's not considered polite at your age. The behavior is not considered polite at your age. در سن تو. من انگلیسیشو میگم، بعد برید بنویسین جمله رو. Over یا under the age of. مثلا فرض کنید juvenile، جوانان، under the age of 20 are not allowed to smoke. مثلا بالاتر یا پایینتر از سن فلان. Over یا under the age of 50. بالا یا پایینتر از، over یا under. بعد میخونیم the over فلان هم میخونیم، the under فلان هم میخونیم، مثلا the over 50s یعنی بالای 50 ساله ها، the under 50s زیر 50 ساله ها. این چه جالبه، بالای سنه و پایین سنه. For his age، یه مثال زدم، he is tall for his age. پس اینا رو اول بگم تا اینجا گفتم. Over یا under the age، بالاتر یا پایینتر از سنه. مثلا الان میخونیم، میگیم she is under the age of consent، هنوز زیر سن قانونیه. اوه she is under the age of consent. نگاه کن الان age of consent رو داریم اینجا. بیا با یه she is under بنویسم. she is
under جمله رو ببین چه خوبه. The age of consent، او زیر سن قانونی. چقدر جمله خوبی شد. She is under the age of consent. باور کنی توی مملکت 90 درصد مردم کلاس زبان رفتن جمله رو نمیتونن بگن. من هی میگم که بدونیم مکالمه یعنی این دانش زبانی، کنش زبانی. تموم شد. سلام. آها خداحافظ. داری میری تو. مرسی عزیزم. حالا for his age مثال رو ببینید. He is tall for his age. قدش بلنده برای سنش. نسبت به سنش قد بلند. آها چی جمله ای؟ نسبت به سنش قد بلند. نسبت به سنش خیلی باهوشه. He is clever for his age. پس for his age نسبت به سنش. او نسبت به سنش. Awkward age. چندی میگم مثلا پسرها تو سن بدین. حتی پسرها همیشه کلا تو سن بدین تا مرد بشن. معمولا پسرها تو سن بد. نری بگی که the boy is in bad age. واقعا انگلیسی نمیفهم ها. پسر تو سن بد یعنی چی ها؟ سن بد یعنی همون سنی که بده. همه میدونیم. انگلیسی ها میگن awkward age. سن بد. سن بدقلقی شونه. سن بدقلقی شونه. Voting age. سن رای دادن. ها voting age. مثلا میگه what's the voting age in your country. سن رای دادن در کشور شما چقدره. Marrying age. ها سن ازدواج. Marrying age. سن ازدواج. She is in her marrying age. تو سن ازدواجشه. At an early age. در سنین ابتدایی یعنی خیلی نوجوان. خیلی جوان. At an early age. من یه بار اینا رو چک کنم تا اینجا چیا گفتم. در سن at the age of. At your age یعنی در سن تو. Over or under the age. بالا و پایین سن. He's tall for his age. به سنش قد بلنده. Awkward age سن بدیه. Voting age سن رای دادنه. Marrying age سن ازدواجه. At an early age در نخستین سنین. The age of consent سن قانونی. اوه ادامه داره. Age limit or age group یعنی چی؟ یعنی گروه سنی یا محدوده سنی. age group یا age limit داره. مثلا میگم بعضی فیلم ها age limit داره، یعنی محدوده سنی داره. He has reached the age. به این سن رسیده. مثلا he has reached the awkward age. جمله بساز. She has reached the awkward. رسیده با ریچمه. رسیده به سن بدی. He has reached the voting age. رسیده به سن رای دادن. He has reached the marrying age. رسیده به سن ازدواج کردن. He has reached the age of consent. رسیده به سن قانونی. قشنگ میفهمید که چجوری دارم جمله تولید میکنم. خب you look your age یعنی به سنت میخوری. You look your age. You look با you show your age خیلی فرق میکنه. بعد میگم اگه بگیم you show your age یعنی دیگه داری پیر میشی، پا به سن داری میذاری. جمله رو گوش کن. اما اگه بگی you look your age به سنت میخوری، یعنی میگه 50 ساله. حالا بعد میگم این به سن خوردن و به سن نخوردن و یا اصلا به نظر این 50 ساله میزنه، داری بگی he is hitting داره میزنه 50. Look your age یعنی به سنت میخوری. Act your age مطابق با سنت رفتار کن. Act your age مطابق سنت رفتار کن. Say your age سنتو بگو. Ask your age can I ask your age میتونم سن شما رو بپرسم. حالا سنتو که میگی میگم you look your age آره به سنت میخوری. ببین چقدر محاوره روتینیه. کار توه که بری اینا رو مدام تکرار کنی. Age difference تفاوت سنی. یه زن و شوهر میگیم age difference دارن. The couple has considerable age difference. تفاوت سنیش خیلی قابل ملاحظه است. خب بریم سراغ جناب جنریشن. بعد برمیگردم رو اج. جنریشن نسل. بسیار خوب. بعضی سنها نسل ها رو تشکیل میدن. حالا خواستم اینجا ببین یه لحظه کتاب فقط میاد جنریشن یه نکته میگه. من اومدم همه همنشینی های جنریشن رو یاد دادم. The next generation نسل بعدی. The previous generation نسل قبلی. Future generation نسل آینده. My generation نسل من. Gap generation فاصله نسلی یعنی generation gap در واقع. generation gap. current generation نسل حال حاضر. later generation یعنی همون next generation نسل بعدی. subsequent نسل متوالی. subsequent generations نسل های متوالی. pass something from generation to generation یعنی از یک نسل به یک نسلی منتقل کردن یا منتقل شدن، هم گذر هم ناگذره. از نسلی به نسلی منتقل کردن یا منتقل شدن. خیلی خوب تا اینجا با هم جلو رفتیم. حالا بریم سراغ ببین همش توی کلمه سنیم. یه چند تایی بگم بعد من با اجازهتون بزنین صفحه 3 تموم شد چای ما بخورم. saying and quotes ضرب المثل ها و گفته های مشهور. حرف های مشهور رو میگن quote، ضرب المثل رو میگیم saying. چه چیزایی با age و با سن ربط داره؟ من اومدم کاملش رو برات گفتم. you can teach an old dog new tricks. جمله رو خوشگله. you can teach an old dog new tricks.
ترجمه میکنه اول. تو نمیتونی یاد بدی به یه سگ پیر، من به هوای اولدش این برات آوردم، به سگ پیر نمیتونی حیله های جدید یاد بدی. به سگ پیر نمیشه حیله های جدید یاد بدی، یعنی پیرا دیگه نمیتونن نظرشون رو عوض کنن. پیری دیگه موقع یادگیری نیست، یعنی یادگیری تو همون جوونی فریضه است. گرفتین؟ به سگ مثلا تو هی داری به یه بازی سری یاد میدی، میگه پسرم دخترم عزیزم you can teach an old dog. نه که من سگم در مثال مناقشه نیست، اینو زیاد بکنید، منظور نیست که you can teach an old dog new tricks. ولی خب خیلی محاوره یا حواستون باشه. To be on the right یا wrong side of 40 یا 50. خب to be صرف میشه به شکل ام و ایز و آر. مثلا میگم you are on the right side of 40. یعنی بهت میخوره 40 سال، یعنی 40 سالگیت بهت میخوره. حالا اگه بگم you are on the wrong side of 40، از طرف سوال میکنی can I ask your name؟ میتونم سنتون رو بپرسم؟ میگه I am 50. من 50 سالمه. یا بهش میگی you look your age، یعنی به سنت میخوری. یا بهش میگی you are on the wrong on the right side of 50، بهت میخوره 50 سال باشی. اگه بهش بگی you are on the wrong side of 50 or 40، بهت نمیخوره 50 سالت باشی. حالا یا پایینتر میخوره یا بالاتر، بهت نمیخوره به این معنی، بهت نمیخوره به این معنی. پس میشه you are. من به خیلی میگم به انگلیسی بگو بهت نمیخوره چی؟ این چه جوری محاوره نیست، بهت نمیخوره 50 سالت باشه. چی میخوای بخوری؟ بهت نمیخوره 50 سال. You know you are, you say you are 50 but I didn't think that you are 50. من که فکر نمی‌کردم باید بشه. Because you seem less than 50. Much less than 50. اگه که خودت بکشی بگو you are on the wrong side of 50. You are. حال کردین؟ حال کردین؟ حال کردین؟ آره؟ آره؟ مرسی مجید جان. جواب بگید می‌خوام چایمو بخورم. جواب بدید می‌خوام چای بخورم. مرسی. نشستم پای لپتاپ منتظر جوابای شما. با هم تایپ میکنن چطور قاطی میکنه یا نه؟ فرق چیه دو طرف بیتا؟ میدونم اشکالی نداره از همو ببینن، اب نداره. نه نه دو طرفه باشه حال کنن. مرسی پرنیان، مرسی از همه دوستان، مرسی شاهرخ، مرسی از حسین، مرسی از سام. دوستان هیچ دقت کردید چی جوری این کلاس از ساده ترین بیبی شروع کرد، همه نکته های بیبی رو گفت، بعد اومد بیبی رو برد توی نوجوانی و به سمت بلوغ، همه پیرا رو گفت. من قسم میخورم 90% کسی حقه کافر آیس دادن انواع پیر رو نمید، اصلا اسماش رو نمیدونن بعضیش. هی اولد ایج الدرلی حد اکثر، سنایل دیگه نه، انچنت دیگه نه، تایم اولدر الان میگم نه. ببین وقت شما یهو همه اصطلاحات هم ببین، یعنی تا از ابتدایی میگه تا پیش رفته. You can't teach an old dog new tricks. To be on the wrong or right side of 40 or 50. You are over the hills. جمله رو نری بگی تو بالای تپه‌ای، یا you are past it، یعنی تو دیگه پا به سن گذاشتی، از تو گذشته این کارا. آها you are over the hills، you are past it، از تو گذ... یعنی سنت دیگه رفته بالا. به قول انگلیسی act your age، به سنت نگاه کن و عمل کن. بچه اصطلاح تو رو خدا I am getting on a bit، بچه میره معنی میکنه من دارم سوار میشم یه ذره، بگه آدم یه ذره سوار میشه، یه ذره دیگه دارم پیر میشم. I am getting on a bit. Get on، گتان پیر شدن، دارم دیگه یه ذره پیر میشم. یه اصطلاح دیگه you are only as old as your feel. این که you feel، این که دیگه مثلا وقت میخواین دل یکی رو ببرید، مثلا میگه من دیگه مثلا 50 سالمه 40 سالمه، مثلا تو میگی نه سن یه عدده، از اون حرفای عاشقانه. you are only as old as your feel، سنت همون قدره که حسش میکنی، یعنی که 60 سالت هم هست حس 20 سالگی میکنی 20 ساله، ولی حرف کاملا درست نیست چون یه جایی هم 60 60 you are only as old as you feel. پس 5 تا اصطلاح با هم دیگه خوندیم. You can't teach an old dog new tricks. To be on the wrong or right side of 40 or 50. You are over the hills، از تو گذشته. I am getting on a bit now، دارم یکم پیر میشم. You are only as old as you feel. خیلی خوب دوستان ادامه داره. آها ادامه داره.
Life begins at 40. زندگی تازه تو 40 سالگی شروع میشه. من موافقم. موافقم. زندگی تو 40 سالگی شروع میشه. حالا چه مرد چه زن. زنم به نظرم حالا یه 10 سال کمتر بگیری چون زنا زودتر بالغ میشن تو 30 سالگی شروع میشه. پس امیدوار باشین اینقدر هی نق نزنید. Life begins at 40. او. جمله دیگر رو ببینید. Women lie about their age. Age داره. Men lie about their income. راست میگه. زنا دروغ میگن راجع به سنشون، مردا دروغ میگن راجع به درآمدشون. من البته هیچ وقت یا جواب نمیدم یا درآمدم دروغ نمیگم. ولی مردا خیلی راجع به سن، راجع به پولشون دروغ میگن. یا اوور استیمیت میکنن یا آندر استیمیت میکنن. دوباره اصطلاح راجع به سن. There is no fool like an old. هیچ احمقی مثل یه احمق پیر نمیشه. یعنی پیرا کار احمقانه میکنن دیگه خیلی زشته. There is no fool like an old fool. آها. و she is getting on for. اینو من به سختی براتون نه که یعنی کم میگن، به سختی از یه دیکشن معتبر برات پیدا کردم که she is getting on for. She is getting on یادتونه یعنی داره پیر میشه. She is getting on for 65 یعنی بهش میخوره 65 ساله باشه. To be getting on for یعنی to be pushing. او پس ببینید he is pushing 40. ببینید he is pushing، نه اینکه یعنی داره 40 فشار میده، بهش میخوره 40 ساله باشه. میری ازش سوال میکنید، میگی 40 ساله ای؟ میگه آره. بعد تو میگی ولی به نظر من he is on the wrong side of 40. He is on the wrong side of 40. بهش نمیخوره 40 ساله باشه. خب بریم سراغ age groups. ها یعنی گروه های سنی. سر این راحت. جنریشن نسل که با کلی گفتیم، نسل بعد، نسل قبل، current، next، later، previous، future. The under 55s. The under زیر 55 ساله ها. الان ندونیم چجوری میخوایم بگیم. زیر 55 ساله ها دیگه نمیتونن، باید ایزوله بشن، اصلا قرنطینه بشن. The over 30، بالای 30 ساله ها. Peers یعنی همسن و سالا. Peers همسن و سالا. عالی. حالا شروع کنی به پیر به نظر رسیدن. شروع به پیری، شروع به پیری. گفتیم show your age، گفتم قبلا. گفتم look your age یعنی به سنت میخوری. Show your age یعنی دیگه داری پا به سن میذاری. یا aging، انگلیسی میگه I am aging، یعنی I am growing old. بذار اینجا بنویسم. پس یا میگه I am growing old، یعنی من دیگه دارم پیر میشم. یا میگه I am aging، دیگه دارم پا به سن میذارم. یا میگه چی؟ I am showing my age، دیگه دارم سنمو نشون میدم. I am showing my age. بعد تو میگی نه عزیز من، you are as old as you feel. اوه اوه ببین میشه مکالمه. You are as ببین همینجوری من محصل که بودم خودم برای خودم همینجوری جمله میبافتم. نه اینکه ببافی ها، یعنی بر اساس دانشی که داری. You are as old as you feel. نه عزیز من، سن یه عدده. و تازه از این گذشته you are on the wrong side of your age. اصلا هم بهت نمیخوره که این سن باشه. خیلی عالی. On the wrong، اینکه دکتر نشان on the wrong side of your age. حالا فرد پیر قبلا هم گفته بودیم، بازم میگم. نگاه کنید دوباره براتون نوشتم. فرد پیر رو میتونید بگین old man یا old woman. گاهی به یکی میگن senior citizen. وای چقدر پیر و مسن یاد دادم. میدونید کیه؟ کسی که above 60 بالای 60 سال رو میگن senior citizen، شهروند ارشد. گاهی یه آدم ریتایرده، یعنی چی؟ یعنی she or he has left working، دیگه کار نمیکنه، این بازنشسته است. گاهی یه کسی به جای اینکه بگن پیره میگن پنشنره، یعنی مستمری بگیره. برسی یعنی is receiving money from the government. the pensioner. پس نمیخواید پیریشو بگید، میخواید فانکشنشو بگید که اولا بازنشسته است، دیگه مستمری میگیره. old timer به خصوص به پیره مردا میگن. پیره مرد اینی که شوخیه. هیومرسه. یعنی چی هیومرسه؟ شوخیه. ببینید ما یه شوخی کردیم که میشد انشن، مثلا گفتم عموت یور آنکل از انشن، عموت که ما رو عهد عتیقه. بچه فقط این جلسه رو داشته باشیم، مثلا جلسه بعدش بمشیم. مثلا من فقط اینا از حالا یه بگم، یه کتابی چیزی داره من باید درس بدم، مثلا راجع به ازدواج و سکس. خب من باید درس بدم چیکار؟ نگین آقا بی ادبیه، باید بگیم اینا رو. یا مثلا فرض فرمایید یه جلسه داریم، دو جلسه دیگه راجع به مرگ، او کفن و دفن و باور کن، حتی کفن و حتی همونی که میکشن رو تابوت و خود تابوت و جنازه و انواع جنازه و انواع سردخونه و دیگه همجه قشنه هم میریم تو بیزر رو میریم بیرون. خیلی
خیلی کتاب جالبیه، خیلی هم وقت از من میگیره تا من این اطلاعات برای شما ارگانایز کنم، چون واقعا کتاب ارگانایزره. حالا این کدوم پیرمرد اولد تایمه؟ مثلا دیدی با یکی که تو فیلم ها شوخی میکنه با دوستش چطوری پیرمرد؟ What can I do for you the old timer؟ بذار بنویسم. What can I do for you؟ من میتونم برای چیکار کنم؟ علامت سوال. The old timer، پیرمرد. این وقتی که با هم صمیمی ان، ولی من با عمویتوش صمیمی نیستم، دارم تیکه میذارم که دیگه ما رو عهد بوغه. اونجا میگفتم انشنت، اما پیرمرد چطوری پیرمرد؟ این اولد تایمر. وقتی که کسی خیلی جوان یا نوجوانه، یانگ. حالا امروز رو داریم برگزار میکنیم، میبینیم که امروز احتمالاً اگه من ریشه شناسی رو بگم زیاد چیزی به متن نمیرسم. خب طبیعیه که جلسه بعد من حداقل سعی میکنم نیم ساعت کلاس متن شناسی باشه. بچا توی پیج اینستان براتون گذاشتم که اصلا زبان شناسان امروز خیلی هاشون معتقدن یادگیری یک زبان دوم، زبان دوم نه زبان مادری، زبان دوم از طریق ریدینگ بهترین راه یادگیریه. پر بیرا هم نمیگن، کسایی که کتاب انگلیسی خیلی میخونن ناخودآگاه انگلیسی خیلی خوبی هم دارن. خب گفتیم بچه اگه خیلی کوچیک باشه دوباره لیتل و اسماله، پس she is still little یا she is still small یعنی هنوز خیلی کوچیکه. برادر کوچیکتر رو میگن نرگید smaller brother، یا میگن younger brother، یا little brother، یا kid brother. یاد بگیرین. میتونم can I bring my younger brother، can I bring my kid brother، can I bring my little brother. میتونم برادر کوچیکترم بیارم که معمولا دوستتونم خوشش نمیاد و یا میخواد بگه نه یا با اکراه میگه باشه. can I bring، میتونم بیارم my kid brother، برادر کوچیکم هم میتونم بیارم. خب بریم جلوتر، فیلولوژی رسیدیم. بذار من یه بار من فیلولوژی رو حالا میگم که حسن ختام کلاسه، میرسیم یه پاراگراف از متنم شاید بخونیم. من سریع یه بار میگم من چیا گفتم، یه نظرسنجی بکنم. اومدم گفتم بچه به طور کلی بیبی و چایلد، قبلش نئونیت نوزاده، باز بچه اینفنت یا بچه مدرسه 5 تا 7 ساله، تاتی که میکنه تادلره، بچه به طور کلی تاته. همینج با من بیاید، بچه میتونه کید باشه، بچه دانشگاهی هم میتونه کید باشه، بچه لوس برات، بالغ که میشه ادالت، ادالت همون گرون آپ، بچه وقتی صغیره و نیاز به حضانت داره ماینر، یانگستر همون جوونایل جوونه، ادولسنت رو به بلوغ، بالغ که میشه ادالت، بین 13 تا 19 تینیجره، و از تو کسی بزرگتره کلا الدره، و یاد باشه الدر اینجا اسمه، اولد یعنی پیر ولی آن مارکت، بار نداره، ایج یعنی خیلی مسن، الدرلی یوفمیزم حسن تعبیر داره، سنایل کلمه دیپریشیتیو یا تاخیری، انشنت شوخ طبعانه است یعنی باستانی و قدیمیه، اد ایج اف در سن، اد یور ایج یعنی در سن تو، اوور دی ایج و آندر دی ایج بالا یا پایین سن، فور هیز ایج یعنی به سنش، اکوارد ایج سن بدیه، ووتینگ ایج سن رای دادن، مرینگ ایج سن ازدواج، ارلی ایج یعنی نوجوانی، دی ایج اف کانسنت سن قانونی، ایج لیمیت محدوده سنی، هی هاز ریچ دی ایج به این سن رسیده، یو لوک یور ایج یعنی به سنت میخوری، سنت اوکیه، و اکت یور ایج مطابق سنت عمل کن، سید ایج و است ایج گفتن و پرسیدن سن، بعد اومدن مشتقات جنریشن نسل رو گفتن، یو کن تیچ ان اولد داگ نیو تریک رو گفتن، تو بی آن دی رانگ رایت ساید یعنی به سنت میخوری یا نمیخوری رو گفتن، یو آر اوور دی هیل رو گفتم، از تو گذشته، آی ام گتینگ آن ا بیت دارم یه ذره مسن میشم، یو آر اونلی از اولد از یو فیل سن یه عدده، لایف بیگینز از 40 سن در 40 شروع میشه، ویمن لای اباوت دیر ایج، من لای اباوت دیر اینکام رو گفتم، دیر ایز نو فول لایک ان اولد، احمقی مثل یه پیر احمق نمیشه، شی ایز گتینگ آن یعنی شی ایز پوشینگ، به 65 میزنه، جنریشن نسل آندر فلان و اوور فلان، بالای 55 ساله ها، زیر 55 ساله ها، پی اس هم سن و سالامونه، گت و گرو اود مسن شدن، اج مسن شدن، شو اج دوباره مسن شدن، راجب آدم پیر گفتم که دوباره یا اولد یا سینیر بالای 60، ریتایرد بازنشسته است، پنشنر مستمری بگیره، اولد تایمر است که باز شوخ طبعانه است، لیتل و اسمال و یانگر که جوان تره، گفتم تا فیلولوژی حالا میخوام بگم. چطور بود؟ اوکی بود؟ زهرا جان هر دوره یعنی هر ترمش 8 جلسه است، 8 جلسه 8 جلسه هی بریم دوره بعدیش. خب حالا بعد که یواشاش این همه دایره لغتتون به 6000 و 7000 رسید تو ترمای مختلفم، حالا برو فیلم ببین حال کن. مرسی سام، مرسی مرسی امین امیری، ممنون ممنون، مرسی ممنونم. خب اما فیلولوژی،
ببخشید اگه باز یه لغتایی گفته میشه که معنی خیلی خوبی در فرهنگ ما نداره، ولی بر اساس انگلیسی ها میگن فرهنگ ما خیلی ولگاره، یعنی خیلی همچی رکه، برهنه است، اوریانه. اول اومدم راجع به یه کلمه باهاتون، سه تا کلمه رو براتون گفتم: اکسیدنت، دسیدیوس و دیکیدنت. ببین حالا اینا رو یه جوری میگم راحت تر حفظ میکنه. اکسیدنت رو همه بلدن، اما دیگه رو دسیدیوس و دیکیدنتش دیگه تردید دارم. خب دوستان یادتون باشه تکواژ سید، سی آی دی یا سی ای دی، این سه تکواژی که مشخص کردم یعنی فال، یعنی افتادن. اکسیدنت انگار یه چیزی که میفته، اتفاقا تصادف همینه، یهو میفته جلو آدم، درست میگن. اک یعنی نزدیک، نزدیک به افتادن، اکسیدنت. حالا دسیدیوس یعنی خزاندار. حالا خزاندار یعنی چی؟ خزاندار یعنی این که میفته، برگاش میریزه. ببین چه جالب، خزان ریختن. مثلا میگن دسیدیوس، گوش کنید، فارست، جنگل خزاندار. میگم فارسیتون هم حالا خوب میشه، اغراق نمیکنم. منظور از جنگل خزاندار یعنی جنگلی که درختانش برگاش دی ای داون، سید فال، فال داون میکنه. حال کردی؟ دسیدیوس. دیکیدنت یعنی فالینگ، یعنی داره سقوط میکنه، روبه افول. او روبه افول. الان مثلا ما معتقدیم، حالا اخبار 23 حداقل معتقده که فرهنگ غربی یک دیکیدنت سیویلیزیشنه، یک تمدن روبه افوله. الان بچه که روز قبلی هم بودن که 33 تو یاد گرفتن شهروندیه، شهره، مدنیت روبه افول. دیکیدنت یعنی دیگه داره با کله میخوره زمین. پس دیگه حالا قشنگ حفظ میشیم. اکسیدنت، دسیدی. از دو جلسه دیگه یه کار قشنگ کردم، اومدم برای کلمات سختری مثل دسیدیوس، دیکیدنت، جمله ها رو هم براتون نوشتم، جمله های نچرال از یه کتابی که اسمش هم نمیگم که خودم فهمیدم تازگی این کتابو داشتم، چون من چندین کتاب خوب دارم که هیچ ایرانی، معتقدم حالا یا کم ایرانی داره، از آمریکا گرفته بودم، نه که خودم آمریکا بودم، چی نگم، یعنی من دیشه از آمریکا، نه گفتم سفارشم برام آوردن، خیلی هم پول پاش شدم واقعا، از رو کتاب وبستر ریشه‌شناسی براتون مینویسم حال کنید. خب حالا این کر چیه؟ یک کر ما داریم به معنی باز هپن، رخ دادن، که ازش آکر و ریکر و اینا گرفته میشه. یه کر داریم این سیاه که ازش آکر رخ دادن و ریکر دوباره رخ دادن میاد. اما یه کر دیگه تو انگلیسی داریم لاتینیه که به معنی هیلینگ، یعنی شفا دادن، هیلینگ، شفا دادن. مثلا کلمه‌ای که ازش کیور ساخته میشه، معالجه کردن، کر داره. خب در معالجه کردن نوعی شفا دادنه. خیلی جالبه کر، مثلا واقعا نمیشد این مدارس ما یاد بدن یا کلاس‌های زبان که آقا کیور با کر یکیه. کر هم مراقبته، وقتی من از تو مراقبت میکنم میخوام تو رو مثلا شفات بدم، حالت جا بیاد، مراقبت میکنم، کیور درمان میکنم. برای همین اکیوریت یعنی دقیق و درست، دوباره توش کر داره، چیزی که شفا پیدا کرده، در واقع معنیش حالا عوض شده، ولی بدون که اکیوریت هم از کر میاد. برای همین کیوریت میشه پدر روحانی یا کشیش. کیوریت یعنی یه کسی که آدم از روحی شفا میده، روحانی مسیحی، کلرجیمن برای روحانی اسلام بیشتر گفته میشه. کیوریت، کیوریت. خب پروکیور اصلا پاک کلمه عوض شده، اوزمین کلمه به کل تغییر کرده اصلا، یعنی اصلا ریشه به اون خوبی چنان معنی منفی. میگن کلمه چی کرده؟ میگن کلمه دیتیریوریت کرده، دیتیریوریت یعنی کلمه تنزل پیدا کرده، کلمه افت پیدا کرده، کم شده. کیاریس، جالبه کلمه کنجکاو از هیل می اومده، کیاریس. و بالاخره سکیور، امن، وقتی امنه انگار شفا مثلا حالش خوبه، پس سکیور، کیاریس، پروکیور، کیوریت، اکیوریت، کر و کیور از یه جا میان. خب اینم یک نکته. نکته بعدی که میرسم امروز متنم ایشالله براتون بگم، ایشالله نمیدونم، حالا کاز، اکسکیوز، اکیوز. لطفا نگاه کنین، کاز، اکسکیوز و اکیوز همشون از سی ای یو اس یا سی یو اس گرفته شدن. نگاه کنین من زیر ریشین، ببین کاز ها واج سی داره، که ای داره، یو داره، اس داره، سی داره، یو داره، اس داره، سی داره، یو داره، اس داره، یعنی سی یو اس. این یعنی چی؟
یعنی make happen، یعنی باعث یه رخ دادنی شدن، باعث رخ دادن شدن. حالا کاز برای همین میشه باعث شدن و ایجاد کردن. وقتی میگم the storm cause a lot of damage، طوفان خسارت زیادی به بار آورد، این کازه همون یعنی باعث شد دیگه، درسته؟ حالا excuse یعنی بخشیدن. وقتی دادگاه منو میبخشه، تو منو میبخشی، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اکسکیوز میشه، یعنی دادگاه منو از علت میذاره بیرون. اکس یعنی بیرون دیگه، الان تو کلاس قبلی میخوندیم مثلا اکسپلیسیت، واضح و آشکار، یا بهتون گفتم تو کلاس شنبه شب اکستروورتد، برونگرا، یعنی منو از علت میذاره، یعنی تو رو معاف، برای همین یه معنی اکسکیوز یعنی معاف کردن. پس the merchant was excused from tax paying tax، اون بازرگان و تاجر معاف شد از دادن مالیات. یعنی چی؟ یعنی از اون علت گذاشتنش بیرون. برای همین excuse یعنی معاف کردن و بخشیدن، cause یعنی باعث شدن، accuse. حالا ایسی ما رو نزدیک میکنه، مثل اکسیدنت که ما رو به افتادن نزدیک میکرد. حالا اکیوز یعنی ما رو نزدیک میکنه به علت چیزی، ما رو نزدیک میکنه به علت چیزی، یعنی متهممون میکنن. پس اکیوز یعنی متهم کردن. او حالا دیگه حفظ میشیم، اکیوز یعنی متهم کردن. حالا میفهمیم چرا اکیوز متهم کردن، اکسکیوز معاف کردن و بخشیدن، کاز باعث شدن ایجاد، همشون سی یو اس دارن، یعنی باعث شدن. کاز که خود باعث شدنه، اکسکلوز از باعث میذاریم بیرون، میبخشیم، معاف میکنیم، اکیوز میگیم این باعث شده، متهم میکنیم. خب حالا میخوام بهت بگم کلمات اچیو، چیف، شف، اینا تکواژ مشترکی دارن و اون سی اچ اف. سی اچ اف در واقع به معنی مین، یعنی در معنی اصلیه. الان نگاه کنید با من، چیف یعنی اصلی، سی و اچ و اف داره، چیف صفت دیگه یعنی مین، اصلی. شف آشپز اصلیه، سرآشپز، شف میخونیم یا چفی نیست، شف. اچیو یعنی به یه چیز اصلی رسیدن، فارسی دستاورد داشتن. اچیو ها به یه چیز اصلی رسیدن، به هدفی نائل آمدن، دستاورد داشتن، موفق شدن. حالا میفهمی اچیو، چیف، شف، به یکی از، نمیتونم بگم بهترین، نظر من بهترین، یکی از بهترین راههای واژه اینه که ما ریشه ها رو مشترک رو بشناسیم، بدونیم سید افتادن، اکسیدنت، دسیدیوس، دیکیدنت، بدونیم کر به معنی هیلینگ، کیور و کر به خصوص خیلی مرتبط بود، اکیوری دور شده بود، کیوریت هنوز نزدیک بود، پروکیور خیلی دور شده بود، کیوریس دور شده بود، سکیور هنوز نزدیک بود، سی یو اس بدونیم میک هپنه، باعث رخ دادنه، کازد کاملا معنیش دیگه میخورد، اکسکیوز معنیش میخورد، اکیوز هنوز وفادار به ریشه بود، و اچیو و چیف و شف که اینها هم وفادار به ریشه بودن. جالبه بریم سراغ تکواژ AC. تکواژ AC، تکواژ AC به معنی نوک، نوک. حالا نوک یا تیزی، ببینید الان نوک سوزن تیزه دیگه، حالا ببینید اسید هم تیزه، دیدین حرف یکی هم یه موقع تیزه، یه موقع یه بیماری هم حاده، یعنی تیزه. اشتیاق هم یه نوع تیزیه، اشتیاق من به تدریس، تیزی ذهن منه به تدریس. پس اینا حالا ببینید چجوری تو انگلیسی هم مثل همه. AC یعنی pointedness، AC یعنی head، AC یعنی سر، AC یعنی نوک، AC head، بذار پاکش کنم چون این، آها، AC یعنی head یا pointedness، نوک داشتن، نوک، تیز، مثل اسید، اسید تیزه دیگه، ترشه، اسید، ببین از AC گرفته شد. من رو ای سی هاشون کنم، اکرید یعنی ترش مزه، دوباره اکرید، ترش، اسیدی. اکیوت یعنی هاد، مثل اکیوت پین، درد هاد، اکیوت پین، درد هاد، درد تیزه، یه درد هاد شکمی دیدین خدا نکرده میگیرین چه تیزه، اکیوت. اکنه همون جوشی که میزنی، اکنه جوش، جوش میزنی که اعصابت خورد چون نوکش تیز، نوک داره، پوینتدنس داره. جالبه اج تغییر کرده یه ای سی، لبه، لبم نوک داره، تیزه لبه. الکریتی میخونم، الکریتی دوباره ای سی داره، اشتیاق، الکریتی، اشتیاق. اکرومگالی، اک یعنی نوک، اک یعنی نوک، مگا یعنی بزرگ، بعد میخونیم مگا یعنی بزرگ. خب خب حالا اکرومگالی یعنی نوکش گنده است. کسانی که توی زیستشناسی هم خوندی دست و پاها و کله گنده ای دارن، هورمون رشدشون زیاد ترشح کرده، میگن اینا نوکشون گندن. اکرومگالی یه بیماری به نام اکرومگالی، دست و پاها و کله گنده است. اکروفوبیا، من خودم دارم، فوبیا گفتیم ترس بیمارگونه، ترس بیمارگونه از نوک دارن، یعنی من وقتی میرم مثلا ارتفاع وای میستم پایین میرم حالا به هم میخوره، اکروفوبیا دارم، ارتفاع
ترس از انتها، آها، اکروفوبیا. پس داریم ای سی رو میخونیم. اکروبات میره یعنی نوکا وای میسه، اکروباته. اکرونیم، نیم یعنی نام. دو چیزی نامشون یکیه میگن سینونیم، یعنی معنیشون یکیه. نامشون متضاده میشه انتونیم. اکرونیم یعنی نوک نام ها. نوک نام ها یعنی چی؟ بهش میگیم سرواژه. با سرواژه یعنی چی؟ سرواژه یعنی چند تا واژه سراشونو گرفتی، سرش از کجا میاد؟ از ای سی. فرهنگستان هم اینجوری معادل یابی میکنه، سر واژه ها رو گرفتیم شده یه چیز. گوش کن، شده یه چیز، یعنی شده یه واژه. بذار مثال میزنم. مثلا تست میخوایم بگیریم، میگیم تست آف انگلیش، تست زبان انگلیسی میخوایم بگیریم. از ا فارن لنگویج، یعنی یه آمریکایی این امتحان نمیده، تست زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه، چون زبان مادریشه، زبان نیتیو بشه. حالا میان میگن که تی شو او و ای و اف و الش رو میگیریم. ببین یعنی چی؟ یعنی اک ای سی شون رو میگیریم، پوینتدنس و هد نوک کلمات رو میگیریم. به جای اینکه بگیم تست آف انگلیش از فارن لنگویج، چی میسازیم؟ یه لغت ساختیم به نام توفل، که ایرانی هم میگن تافل. توفل، توفل پس یه اکرونیمه، یه ابریویشن نیست. اگه میخونی تی او ای اف ال میشد ابریویشن، میشد مخفف، ولی حالا سرواژه است، تست آف انگلیش از فارن لنگویج، یا اینترنشنال انگلیش لنگویج تستینگ سرویس، میشه آیلتس مثلا. خب پس ای سی آی خوبی رو با هم دیگه یاد گرفتیم. یه بار ای سی آی که نوکن، مثل اسید، مثل اکریدی که ترشه، اکیوت که حاده، اکنو که سر داره، اچ که لبز، الکریتی که اشتیاق، اکرومگالی نوکا گنده است، اکروفابیا از انتها میترسه، اکروباتو نوک وای میسه، اکرونیم که نوک کلمات میگیریم، نوک نیما نوک نام هاست، این نوک نام هاست. حالا میخوام بهت بگم کلمه اکوستیک به معنی صوتی، اکوستیک، سی ای داره، سی ای داره میبینید، و سی او داره به معنی صدا و هشداره، صدا و اکوستیک. الان ما این سالونامونو اکوستیک میکنن دیواراشو، یعنی صوتی میکنن. خب برای همین کلمه کاشن به معنی احتیاط و هشدار، کاشن احتیاط، و کاویت میخونم، کاویت یعنی دقیقا کاشن، احتیاط، احتیاط، کاشن، کاویت، کاویت بخون. خب کلمه question میخوام بگم تکواژ QU به معنی پرسشه و دانستنه و جستجو کردنه، برای همین question میشه پرسش. برای همین query بخون، هی query، اینم میشه پرسش. گرچه میگم دو جلسه دیگه خودم از واژه شناسیم الانم خیلی خوبه، ولی خیلی راضی تر خواهم بود، چون برای کلمات درشت‌تر و سنگین‌تر اومدم براتون مثال‌های بیشتری رو نوشتم. خب یعنی من حجم کلمه رو کم کردم، حجم مثال‌ها رو بیشتر کردم. کوئری پرسش، انکوایر دوباره کیو یو داره، فعل کوئری، پرسش کردن، تحقیق و تفحص. دیدی میگن تفحص مجلس از وزارت نفت، یه انکوایره. ریکوایر نیاز داشتن، از ریشه خودش دیگه دور شده. در واقع اینجوری میگن، میگن نیاز داشتن یعنی یه نوع درخواست توشه، یه نوع پرسش توشه. آره راست میگن، از این جهت به ریشه خودش وفادار مونده. اکوایر یعنی کسب کردن. الان بیماری کرونا یه بیماری اکوایرده، یعنی ما از محیط کسبش میکنیم. اکوایر، کوئسچن درخواست، طلب، ببین طلب، کوئری پرسش، طلب، انکوایر تحقیق و تفحص کردن، طلب، ریکوایر احتیاج داشتن، باز طلب، اکوایر کسب کردن، طلب. سلام و ادب منو به خانواده هاتون برسونید. فقط میدین چیمون که جلسه بعد حالا کار میکنن، شما البته یونیت یک رو میرید خونه حل میکنید. یه متن آیلتس براتون آوردم که از جلسه بعد قول میدم، قول میدم نیم ساعت، خوبه؟ نیم ساعت، نیم ساعت، حالا یا 20 دقیقه رو متن براتون وقت بذارم. و من میدونم که لغت رو بیشتر از متن دوست داری، اجازه جابری دلروده متن رو براتون بریزه بیرون، که اونجا رفتار زبانه. تو الان خود زبان بود، متن رو که کار میکنم رفتار زبانه. نظراتتون رو بگین، خیلی ممنونم. از هم خداحافظی کنیم، به هم خسته نباشید بگیم، بازم عیدتون مبارک باشه، ان شاءالله کرونا از شما دور باد. بله درس یونیت 1، بله بله، و خیلی هم ما کامل‌تر از برید بخونید ببینید. اصلا اول درسنامه که بتون درسنامه بخونید، بعد برید با خیال راحت یه صفحه 8 و صفحه 9 رو حل کنید و لذت ببرید. صفحه بعدش هم که میرسیم به مراحل زندگی. بله من نظرم اینه که کسانی که تازه اومدن ودر کاراکتر و اگه میتونن و اگه مسئله مالی ندارن، ایشالله حتما ارگانیزیشن رو شرکت کنن. چون من نمیدونم، من چند بار دیگه همیشه ودر اینا رو، اما ارگانیزیشن نمیدونم چند بار میگم. خیلی ممنون، چون ارگانیزیشن از اون است که شروع میکنم و همینجور ماشالله میرم جلو. خیلی متشکرم، ما هم دوستتون داریم.
خیلی ممنونم از محبت همتون و یادتون نره که اون صحبت‌های منو توی اینستا ببینید حتما حتما، چون من هدف علمی از این کار دارم. بله ما دنبال جلب مشتری در فضای مجازی نیستیم، الحمدلله تو فضای حقیقی داریم خوب زندگی. خداحافظ تو هم باشه ابوالفضل عزیز. مرسی شیدا، مرسی مرسی از آرتمیس عزیز، شیدا خانم، هادی، شاهرخ، هستی، حسین. این کلاس هفته یک جلسه است دیگه. بله هر کدوم از کلاس ها هفته یک جلسه است. بله هادی جان خیلی ممنونم، متشکرم، همتون رو به خدا میسپارم. شاهین جان خیلی ممنون.